به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. دلار پایین آمد، قیمت‌ها نیامدند. دلیل گرانی در ایران اگر ارز نیست، پس چیست؟ در ادامه برنامه، از ضبط دارایی نزدیکان حکومت تا حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، واکنش‌ها به صحبت‌های ولیعهد سابق زیاد بوده. مسئولان اجرای تحریم‌های ایران در آمریکا هدف حمله سایبری. یک گروه امنیت آنلاین می‌گوید کار هکرهای وابسته به حکومت ایران بوده. و پایان دو هفته اختلاف و بگومگو، کشورهای جهان بر سر اجرای معاهده تغییرات اقلیمی بالاخره به توافق رسیدند. سلام و وقت بخیر، من فرناز قاضی‌زاده هستم. و من کسرا ناجی. قیمت دلار در بازار آزاد ایران برای اولین بار از اواسط تابستان به زیر 10,000 تومان رسیده، اما قیمت کالاها و مایحتاج عمومی نه تنها پایین نیامده و ثابت نمانده، بلکه همچنان بالا می رود. گرچه بسیاری در ایران بین قیمت ارز و بالا رفتن قیمت بقیه چیزها ارتباط می بینند، اما شماری از کارشناسان اقتصادی هم می گویند تورم در ایران معلول عوامل دیگری است که چندان به قیمت ارز وابسته نیست. از سوی دیگر دولت همیشه گفته برای مایحتاج اولیه زندگی مردم ارز ارزان‌تر اختصاص می‌دهد. چرا با تخصیص این ارز باز هم به نظر نمی‌آید که قیمت مایحتاج اولیه کمتر شود؟ در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی. قیمت دلار در ایران به زیر 10,000 تومان رسیده، اگرچه صرافی‌ها عمدتاً از خرید ارز خرد خودداری می‌کنند، اما مردم اثری از این خبر خوب در زندگیشون نمی‌بینند. چرا که نگاهی به آمار نشون میده قیمت کالای اساسی کمتر که نشده، بلکه افزایش قیمت اونها ادامه داره. نگاهی به آمار بانک مرکزی ایران نشون میده مثلا لبنیات در هفته گذشته 68% نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش داشته، بیشترین تورم. این افزایش برای تخم مرغ به بیش از 43% رسیده، اگرچه در هفته پیش کمی بیش از 3% هم کاهش قیمت داشته، ولی هنوز نسبت به پارسال قیمت بالاست. گوشت مرغ حدود 58%، برنج حدود 24% افزایش و میوه بیش از 58% افزایش داشته، میوه تازه. قیمت کالاهای اساسی با افزایش ناگهانی قیمت ارز رشدی سرسام‌آور داشتند، ولی با کاهش قیمت ارز هیچ نشونه ای از کاهش قیمت یا حتی توقف افزایش قیمت دیده نمیشه. ماجرا وقتی عجیب‌تر میشه که بدونیم بیشتر این کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج با ارز دولتی 4200 تومان وارد میشن، ولی واردات هم نمیتونه قیمت رو بشکونه. در این میان مواد غذایی مثل لبنیات یا میوه تحت تاثیر بازار داخلی هستن. اما نگاهی میکنیم به بازار مسکن در پایتخت. تهران شاهد بالاترین رشد قیمت ها بوده. قیمت خرید فروش 1 متر واحد مسکونی در این شهر به طور متوسط نزدیک 92% افزایش داشته. اجاره خونه هم 17% افزایش داشته و در کل مناطق شهری ایران اجاره خونه 14% افزایش داشته. چطور دلار میتونه بر افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته باشه ولی بر کاهش قیمت‌ها هیچ تأثیری نداره؟ بعضی از کارشناسان میگن کاهش قیمت دلار به صورت طبیعی در بازار اتفاق نیفتاده و نتیجه تزریق ارز بیشتر از طرف بانک مرکزی در بازاره. تا در تصفیه حساب‌های ارزی در انتهای سال میلادی جاری بالا بودن قیمت ارز تأثیر کمتری در بازار داخلی بذاره و به همین دلیل قیمت ارز رو پایین آوردن. این نظر اگر درست باشه باید شاهد افزایش قیمت ارز در انتهای زمستان بود. اما گروه دیگه از کارشناس ها هم به افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره می کنند. قطاری که کنترلش از دست دولت خارج شده و همچنان با سرعت می تازه. تا نقدینگی در جامعه بیشتر باشه تورم وجود داره. رکود نسبی ادامه خواهد داشت اما تورم هم وجود خواهد داشت. برمیگردیم به استودیو.
با تشکر از شهریار سیامی. دو مهمان داریم برای این بخش. علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز از تگزاس با ماست و نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا از تهران. آقای جمشیدی، آمار و ارقام نگاه می‌کنیم، این چیزی که بانک مرکزی منتشر کرده، ظرف یک ماه گذشته در بعضی از مواد اولیه که تو خونه همه استفاده میشه مثل مرغ و گوشت افزایش قیمت می‌بینیم، در حالی که قیمت ارز کاهش داشته. آیا شما این رو در سایر اقلام هم می‌بینید؟ آیا این نشون میده در بازار در تهران؟ بله، متاسفانه در اکثر اقلام ما این افزایش قیمت رو هفته به هفته و روز به روز مشاهده می‌کنیم. در این یک هفته ده روز اخیر که حتی شاهد کاهش قیمت ارز هم بودیم، ولی متاسفانه به صورت برعکسش افزایش قیمت کالاها از کالاهای اساسی و مصرفی و خوراکی گرفته که در گزارشتون بخشی از اونها اشاره شد، تا سایر کالاها، تا اتومبیل، تا مسکن و تا چیزهای مختلف دیگه، ما این افزایش رو به شدت بسیار عجیب و سریع شاهد هستیم در ایران. فکر میکنید چرا؟ ببینید، دلایل خیلی مختلفی وجود داره. یک دلیل کلیش میتونه در واقع یک اقتصاد کاملا بیمار باشه که الان به نفس زدن افتاده و اصلا دلایل منطقی و اولیه روی این تاثیر نداره و کار اورژانسی باید روش انجام بشه. یعنی شما در گزارشتون داشتید که کاهش قیمت ارز در واقع چطور تأثیری نداشته بر کاهش تورم. نکته مهم اینه که در واقع کاهش ارزش پول ملی یک کشور یا افزایش قیمت ارز معلول یک اقتصاد معیوب و یک تورم هست، نه علت آن. یعنی باید که بحران در واقع از سمت حل کردن موضوعات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی و مهار تورم در واقع شروع می‌شد تا به ارز برسه، ولی در اینجا چیزی که ما شاهد هستیم به صورت برعکسش اتفاق افتاد و طبیعتاً نتیجه نگرفت. آقای دادپی، نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید که چرا قیمت ارز پایین آمده ولی قیمت سایر مایحتاج یا پایین نیامده یا حتی بالا میره؟ ببینید، با سلام خدمت شما و جناب جمشیدی و بینندگان محترم، من خیلی خوشحالم که ما میتونیم ذهنیت‌ها رو اینجا به چالش بکشیم. ببینید، دلار گران شد چون در ایران نقدینگی بیش از اندازه وجود داشت و شوک‌های خیلی بدی به بازار وارد شد و بعد هم تصاعدی بالا رفت. چیزی که ما در نظر نمیگیریم هیچ وقت اینه که وقتی دو اتفاق همزمان رخ میدن، لزوماً ما بین اونها رابطه علت و معلول وجود نداره. هم افزایش قیمت‌ها و هم سقوط ریال ناشی از بحران ساختاری اقتصاد ایران و مدیریت غلط نقدینگی بود که متاسفانه اگر دولت گذشته در مورد پروژه‌های مثل مسکن مهر و اینها پول بازار ریخت، دولت فعلی هم به بهانه مؤسسات مالی غیر مجاز همین کارو کرد. در نتیجه ما چیزی که می‌بینیم دو تا بحران همزمانه، نه دو تا بحران مرتبط. بحران‌هایی که در نتیجه نقدینگی اتفاق افتادن. حالا بحث ارز کنترل شد. یک بخشیشو من نمی‌دونم چقدر سیاست‌هایی که دولت اعمال کرد مؤثر بود. اون بخشی که به عقیده من مؤثر بود این بود که حداقل این واقعیت پذیرفته شد که بحث جلوی ورود ارز آزاد باشه. ببخشید، ورود ارز بسی آزاد باشه و بعد هم تا یک حدی سعی شد که حداقل از التهاب در بازار کم بشه. اما نکته‌ای که در مورد دلار وجود داره اینه که حتی الان هم ما داریم اشتباه می‌کنیم. کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال به معنی حل مسئله یا پایان این اپیزود نیست. الان همونطور که شما در گزارش شدون، همونطور که جناب جمشیدی گفتن، ما اقتصادی داریم که به شدت در اون نقدینگی افزایش پیدا کرده، هزینه‌های تعادل مبادله کالا افزایش پیدا کرده و تورم داره بالا میره. چون ما فکر میکردیم که قرار دلار دلیل افزایش قیمت‌ها باشه، حالا انتظار داریم قیمت‌ها پایین بیاد، در حالی که اون فکر غلط بوده. الان فکر میکنید که صحبت میکنید در مورد افزایش نقدینگی و فکر میکنید که به خاطر افزایش نقدینگی، قبلا هم در مصاحبه‌های پیشین شما روی این موضوع بارها تاکید کردید آقای دادپی، که افزایش نقدینگی رو نباید دست کم گرفت و اون تاثیرات طولانی مدتی داره که باید کنترل بشه. اما هنوز شب عید نشده، معمولا شب عید دولت حقوق ها رو بالا میبره، نقدینگی بیشتری باز هم به بازار میاد. فکر میکنید با این حساب چقدر میشه کنترل کرد این وضع رو؟ ببینید، این معذرت میخوام، من خندیدم، ولی که حرف شما واقعا خنده دار بود. دولت همه اقتصاد ایران نیست. صحیح.
خب 80 خورده میلیون نفر این اقتصاد رو تشکیل میدن. به خاطر افزایش دستمزدها هم نقدینگی زیاد نخواهد شد. این نقدینگی از روزی که ما شروع کردیم همه کالاهای اساسی، حاملهای انرژی، نرخ آرد، همه اینا رو گفتیم ما میخوایم مردممون راحت باشن، قیمت این ثابت باشه، قیمت این ثابت باشه. اون تفاوت‌هایی که از طریق چاپ پول پرداخت شد و به نقدینگی جامعه اضافه کرد، اونها تورم زاد. بگرنه اینکه کارمند بیچاره دولت یا بازنشسته‌ای که منتظر افزایش حقوق شب عیدش هست کمی افزایش حقوق دریافت کنه، اون هیچ ربطی به تورم نداره. آقای داتای، میپذیرید که در ایران بخش عمده‌ای از مردم حقوق بگیر دولت هستن؟ اقتصاد این کشور اقتصاد دولتی هست. آماری این بخش عمده رو باید تعریف کرد. منظور شما اینه که 90% مردم ایران حقوق بگیر دولتن، 50% مردم ایران حقوق بگیر دولتن. ببینید شما باید اینو در نظر بگیرید، حتی حقوقی که دولت به کارمندانش میده در مقایسه با بودجه که صرف یارانه ها، پروژه های عمرانی و بقیه طرح میکنه عدد ناچیزیه. درست میفهمید. بذارید نظر آقای جمشیدی رو هم وارد این بحث بکنیم. آقای جمشیدی، نظر شما در مورد این بحث چیه؟ آیا شما فکر میکنید که بزرگترین مشکل و معضل همونطور که آقای دادپی گفتند برمیگرده به اینکه دولت آقای روحانی برای ساکت کردن طلبکاران مؤسسات مالی و اعتباری پول کلانی رو به بازار ریخته و این الان در واقع زلزله‌ای هست که بعد از اون اومده، یا نه؟ ببینید، من با بخشی از فرمایشات دوست خوبم جناب داته موافق هستم، ولی میخوام کلی تر این موضوع رو بگم. ایشون فرمودن که افزایش نقدینگی و این غول نقدینگی که مدت ها هم از صحبتش هست یکی از دلایل اصلی در واقع تورم هست. من عرض کردم که در جاهای دیگه و برنامه‌های دیگه همین رو گفتم که مدیریت غلط کشور لااقل در بخش اقتصادیش این عامل هست. ببینید، افزایش نقدینگی رو که نه تجار باعثش هستن، نه تحریم های خارجی باعثش هست، نه اینها سیاست های غلط اقتصادی حکام هست که موجب افزایش نقدینگی می شود. پس ما باز می رسیم به همین نتیجه که این افزایش نقدینگی که یک بخشی از دلیل در واقع این تورم مهار نشده هست، ناشی از سیاست غلط حکام و دولت و رژیم جمهوری اسلامی هست در سیاست گذاری در بخش اقتصاد. پس ما دلیل اصلی رو همیشه که همیشه من در برنامه‌های مختلف این رو عرض کردم، این مدیریت غلط هست که همچنان در رأس دلایل این بحران‌ها در واقع وجود داره. بله. در مورد اینکه اقتصاد هم همش دولت نیست و اینها، خب مسلما نیست، ولی متأسفانه و متأسفانه اقتصاد ما به شدت تحت تاثیر دولت است، علی‌رغم همه شعارهایی که لااقل در 20 سال اخیر لااقل داده شد که به بخش خصوصی سپرده بشه، این اتفاق به صورت درست و علمی اتفاق نیفتاد. در جایی هم که اتفاق افتاد دچار شکست شد، نمونش هم نشکر هفت تپه داریم و خیلی موارد و جاهای دیگر. من میخوام این جمشیدی یک بار دیگه بحث رو برگردونم سر همون سوال اصلی که این بحث رو باهاش شروع کردیم. چرا قیمت ها پایین نمیاد اگر که دولت داره ارز ارزانتر اختصاص میده به بسیاری از مواد و مایحتاج اولیه؟ چرا روی قیمت اونها ما این رو نمیبینیم؟ ببینید، یک اصطلاحی داریم در اقتصاد به این عنوان که قیمت‌ها چسبندگی دارن. یعنی به یک عددی میرسن، در واقع این چسبندگی ایجاد میشه. من باز برمیگردم به عرایض قبلیم که در پاسخ پرسش قبلی شما، این تورم در واقع ناشی از اقتصاد معیوب ماست و علت یکی از دلایل در واقع کاهش ارزش تومان ایرانی هستش. به همین جهت ما میبایستی که همه انرژی اقتصادمون رو بذاریم برای حل اقتصاد کشور و بحران‌های اقتصادی، نه صرفا به هر زور و ضربی چنانچه در این روزهای اخیر انجام دادن. فقط قیمت ارز رو اسمن لااقل کنترل بشه، به هر قیمتی به شکل رکود شده این کار انجام بشه، یک اسمی گذاشته بشه، چند صرافی دولتی یک عنوانی رو اعلام بکنن و قوه قهریه هم فعالیت‌هایی رو انجام بده، به سایت‌ها فشار بیارن که قیمت ارز و دلار رو نذارین، دلالان رو باشون برخورد کنند و دستگیر بکنن و به این شکل بیان که در واقع اعلام بکنن حالا 10,000 تومان شد، حالا زیر 10,000 تومان شد. خب این طبیعتاً نمیتونه تاثیر روی تورم داشته باشه. تورم یکی از دلایلش میتونه این باشه. تورم دلیله. صحیح. آقای دادپی، نظر شما چیه؟ آقای جمشیدی معتقدن که به هر حال به ضرب و زور پایین نگه داشته شده. شما هم همین فکر رو میکنید؟ من معذرت میخوام. ببینید، اول از همه من اینجا وظیفه خودم میدونم که بگم که خیلی از صرافی ها و فعالان بازار ارز مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، چون بینش همین بینش جناب جمشیدیه.
اگر مدیریت کنیم درست میشه. و اصلا من الان که اینجا نشستم میدونم ضرب و زور اتفاق افتاده، میدونم صرافی‌ها بازداشت شدن، میدونم خیلی از عزیزان که بسیار هم خوش‌قول و امین هستن و در کار انتقال سرمایه مردم و کمک به چرخش گردش چرخ اقتصاد ایران فعال هستن، به خاطر این باور که عامل انسانی مؤثر این اتفاقات بوده مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. ولی هیچ رابطه‌ای ما بین این ضرب و زور و این قیمت نمی‌بینم. حتی اگر رابطه هم باشه یک رابطه 100% نیست. ببینید خانم قاضی‌زاده، مشکلی که ما در بحث رسانه‌ای داریم اینه که می‌خوایم بیایم بگیم یک رویداد غالب و مهمتر از همه رویدادهای دیگه بوده. اگر مدیریت اقتصاد ما معیوبه، انتظارات ما هم معیوبه. یعنی ما مردم هم می‌خوایم بنزین معدن، هفته پیش خدمت شما عرض کردم بنزین بعد حقیقی بشه، ناسزایی نبوده که در شبکه‌های اجتماعی دریافت نکرده باشن. این حرف کاملا حرف علمی و منطقیه، همه جای دنیا هم همین هست. اینها دو روی یک سکه است. من میدونم که ضرب و زور صورت میگیره، ولی اون هم اون روی سکه است که میگه خب مدیریت اقتصاد معیوبه. هیچ کس نمیخواد قبول کنه بابا این اقتصاد یک سیستم، یک کنش و واکنش نیروهای مختلف هستن که همش تحت کنترل دولت هم نیستن. حتی اگر دولت الان به ضرب و زور نیروی قهریه بازار ارز رو کنترل کرده که من هیچ این چیزی رو نمیبینم، من میبینم سفرهای خارجی کاهش پیدا کرده، میبینم واردات کم شده، میبینم تقاضا برای ارز هم کم شده، خب و به خاطر همین نرخ ارز کاهشی شده. ما نمیخوایم قبول کنیم که دلایل و عوامل اقتصادی وجود داره و همه فعالان اقتصادی سهیمند. من نمیگم فعالان اقتصادی مقصرند، فعالان اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان فعالیت میکنن. ممنونم آقای داد. پیروز بدین آقای جمشیدی، خیلی کوتاه اگه بخواید جواب بدین بفرمایید. بله ببینید، من خودم در ایران هم میبینم فعالین اقتصادی اصلا نمیخوان دولت هیچ دخالتی بکنه، هیچ کاری بکنه و این دولت هست که داره این کار رو انجام میده. مسلما عوامل دیگه هم در این موضوع دخیل بودن، ولی من یه توضیح کوتاه بدم. ببینید قیمت ارز رو عرضه و تقاضا داره تعمیم میکنه. اون نیروی قهری و ضرب و زوری که من عرض کردم باعث شده که معاملات به حداقل خودش برسه و تو این حداقل یک عددی در اومده که این عدد واقعی نیست و میشه جواب به سوال اول شما که چرا توی موارد دیگه در اقتصاد تاثیر نداشته. یعنی اینکه شما در خیابان، در صرافی ها، در اینها میزان معامله ارز رو در این روزها ببینید که به شدت کم بوده. یک عدد از این میزان خیلی کم در اومده. من بعد این سوال رو بپرسم جناب جمشیدی، یعنی الان اگر من تو ایران بخوام $1,000 بخرم بازداشت میشم؟ بله متاسفانه الان دیگه وقت زیاد نداریم. بله من فقط بگم نه اینطور نیست، ولی باید بگردین در چند صرافی همینجور سری نمیتونیم برای این صرافی گرفتیم. من خیلی متشکرم از هر دوی شما آقایون، ولی متاسفانه وقت این برنامه محدوده. من قول میدم بهتون در یه برنامه سر فرصت هر دوی شما رو دعوت بکنیم و در این مورد صحبت بکنیم. علی دادپی و همینطور نوید جمشیدی در ایران. چند خبر کوتاه. گزارش ها از ایران حاکی است که در 37 روز اعتصاب کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز، نیروهای گارد ویژه امروز در مقابل کارگران معترض ایستادند. کارگران فولاد خوزستان چند ماه است که حقوق نگرفتند. دور جدید اعتراضات این کارگران از مهر ماه آغاز شد. آنها برای بیان اعتراض بارها در مقابل ساختمان‌های دولتی و نهادهای حکومتی از جمله مصلی‌های نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده رهبری جمع شدند. پروانه صلاح‌شوری نماینده اصلاح طلب مجلس ایران گفته جنجال‌های اخیر در مورد اظهاراتش درباره حجاب اجباری به این دلیل بوده که اصل صحبت‌هایش درباره سیاست‌های فرهنگی شنیده نشده و به حاشیه رفته. خانم صلاح‌شوری حدود 10 روز پیش در سمیناری در دانشگاه شهید بهشتی گفته بود سیاست‌گذاری‌ها درباره حجاب اشتباهاتی داشته و گاهی نتیجه عکس داده. او گفته بود اگر بر محتوای دین کار شود نیازی به اجبار نخواهد بود. سخنان خانم صلاح‌شوری اعتراض و سر و صدای زیاد محافظه‌کاران به ویژه در فضای مجازی را به دنبال داشت. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران در اطلاعیه از درگذشت فرمانده قرارگاه سامن الائمه خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه سرتیب قدرت الله منصوری هنگامی که سلاح انفرادی خودش را تمیز میکرد از ناحیه سر دچار سانحه شد و جانش را از دست داد. او از 4 سال پیش فرماندهی این قرارگاه در شمال شرق ایران را بر عهده داشت.
رئیس دادگستری استان تهران از تایید نهایی محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داده. آقای مشایی در ارتباط به 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های قضایی مجموعاً به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود. بر اساس قانون ایران بیشترین مورد مجازات این پرونده که 5 سال است برای آقای مشایی اعمال خواهد شد. سخنان شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در انستیتوی واشنگتن در آمریکا بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. او در این سخنرانی راهکارهایی مطرح کرده مانند توقیف دارایی‌ها و وابستگان حکومت ایران و انتقال آنها به مخالفان. این تا چه حد شدنی است و اگر بشود قرار است این پول‌ها به دست چه گروهی برسد و کجا خرج شود؟ از سوی دیگر ولیعهد پیشین گفته رسانه‌هایی که در خارج برای ایران برنامه پخش می‌کنند باید خودشان را اصلاح کنند، چرا که به گفته او عوامل اصلاح طلبان به شدت در آنها نفوذ کردند و می‌خواهند از رژیم ایران حمایت کنند. چرا شاهزاده رضا پهلوی این رسانه‌ها را صدای حکومت ایران می‌داند؟ در این مورد حرف می‌زنیم. ابتدا گزارشی از شبنم شعبانی. چهارراه ولیعهد تهران، ماشین آبپاش. نزدیک به یک سال از نارامی‌های گسترده در ایران می‌گذرد. اعتراض‌های دی ماه 96 هنوز موضوع بحث است. یکی از اتفاق‌هایی که در این فصل تاریخ ایران افتاد، چنیده شدن شعارهایی در طرفداری از حکومت پهلوی بود. از یاد دوران رضا شاه تا دعوت از ولیعهد پیشین برای حضور جدی در صحنه سیاست کشور. Please join me in welcoming Mr. Pahlavi. شاهزاده رضا پهلوی از پارسال فعالیت‌های سیاسی خود را به شکلی قابل توجه افزایش داده. با این حال انتقاد بزرگ مخالفان و حتی بعضی از طرفدارانش یک نکته است: نداشتن برنامه‌ای روشن. دو روز پیش شاهزاده رضا پهلوی در اندیشکده واشنگتن سخنرانی کرد و به پرسش‌هایی پاسخ داد. بعضی سخنان آقای پهلوی اما هم مناقشه برانگیز شده و هم بر ابهامات افسوده. او پیشنهاد داده دارایی‌های افراد نزدیک به حکومت و بستگانشان توقیف شود و در اختیار مخالفان حکومت قرار بگیرد. سوال این است که چه مسندی صلاحیت توقیف این اموال را دارد؟ اموال با چه ساز و کاری شناسایی می‌شوند و چگونه مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها بررسی می‌شود؟ و سوال دیگر این که دقیقاً به چه کسی می‌رسد؟ و از آن مهمتر، با چه هدفی و برای استفاده در چه کاری؟ بخش دیگری از صحبت‌های رضا پهلوی حمله به چند رسانه خارج از کشور، مشخصاً بی بی سی فارسی، رادیو فردا و صدای آمریکا بود. او این رسانه‌ها را متهم کرد که تحت اختیار نیروهای رژیم ایران هستند و رفتارهای این حکومت را توجیه می‌کنند. حالا که به گفته او باید صدای مخالفان رژیم باشند. اتهام‌هایی که ولیعهد پیشین ایران برای آنها دلیلی ارائه نکرد. سخنرانی اخیر رضا پهلوی بخشی از برنامه‌های تازه او را آشکارتر کرد، اما در همین حال بستر تولد سوال‌هایی تازه شد و ابهام‌هایی که کم نیستند. شبنم شعبانی، بی بی سی. برای باز شدن بیشتر موضوع، نریمان مصطفوی عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت از فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیای آمریکا با ماست. شما آیا فکر میکنید که اصلاح طلبان، روزنامه نگاران اصلاح طلب باید از رسانه های ایرانی کنار گذاشته بشن آنطوری که آقای رضا پهلوی میخواد؟ سلام. خیلی دردناک شنیدن این حرفا از طرف آدمی که به هر حال مدعی هستش که قرار چسب بین ایرانیان از تفکرات مختلف، از به اصطلاح طیف‌های سیاسی مختلف باشه. کسی که مدعی هست که قرار در فردای خیالی براندازی یا آینده روشنی رو برای همه ما به ارمغان بیاره که همه ما در کنار هم فارغ از رنگ و مذهب و عقیده کنار هم زندگی بکنیم، این که بیاد بگی که کسانی که حالا هر باور خاصی، هر نوع اندیشه ای، از چه اصلاح طلبی، چه اصولگرایی، چه براندازی، هر عقیده ای، واقعا اینا باید کنار گذاشته بشن از
به اصطلاح یک رسانه خاص خیلی 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 زشته به نظر من. دوم اینکه واقعا شأنیت یک کسی که میخواد به اصطلاح یک مقام فراجناهی فراجناهی و ملی برای همچین موقعیتی برای خودش قائله که بیاد و بیفته دنبال چه میدونم نون چهار تا خبرنگار که او فلانی رفت تو فلان رسانه اینو از اینجا بیرونش کنید، یا اینکه فلانجا یه نفر حرفی علیه من زد این درست نیست و اینا، خیلی رقت انگیزه به نظر من. متشکرم، با ما باشید. از واشنگتن امیر حسین اعتمادی عضو شبکه فرشگرد گروه حامی رضا پهلوی رو داریم. این شبکه از براندازی جمهوری اسلامی حمایت میکنه و رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذار میدونه. میخواستم از شما آقای اعتمادی بپرسم، میدونید که آقای رضا پهلوی صحبت از این کردن که دولت ترامپ باید روزنامه نگاران اصلاح طلب رو از رسانه های آمریکایی که به زبان فارسی برنامه تهیه میکنن بیرون کنه، چون به گفته او اینها نفوذی های جمهوری اسلامی هستند. آیا شما فکر میکنید که این صحبت هایی است که اساساً غیر دموکراتیک علیه روزنامه نگاران، آیا فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی باید عذرخواهی کنه؟ باید عذرخواهی کنه؟ من فکر کنم کسی که باید عذرخواهی کنه این شبکه‌هایی هستن که از در واقع مالیات دهندگان امریکایی یا بریتانیایی تغذیه میشن، بودجهشون از مالیات امثال من میاد و پروپاگاندای یک حکومت هم آپارتاید، هم نجات پرست و فاشیست و هم یک حکومت دیکتاتوری و تمامیت‌خواه رو تکرار میکنن. شاهزاده رضا پهلوی برای چی باید عذرخواهی کنه؟ برای اینکه اجازه بدید من بهتون بگم، برای اینکه در دنیای آزاد صدای حکومتی رو تبلیغ میکنن که شبیه مثلا حکومت آلمان نازی. آیا مثلا فکر کنید ما امروز در دوره جنگ جهانی دوم بودیم؟ آیا رسانه‌های غربی میتونستن به این بهانه که ما از آزادی بیان دفاع میکنیم صبح تا شب تریبون بدن به مدافعان هیتلر، مدافعان آلمان نازی؟ آیا رسانه‌های در دنیای آزاد، رسانه‌ها میتونستن در دوره آپارتاید آفریقای جنوبی به بهانه اینکه ما میخوایم آزادی بیان رو تبلیغ بکنیم صبح تا شب تریبون بدن به طرفداران آپارتاید؟ خیلی خوب، پس شما دارید میگید که باید روزنامه نگارها رو قربال کرد. اجازه بدید، اونهایی رو که باهاش موافقید اونها باید اجازه کار داشته باشن، و اونهایی رو که شما فکر میکنید فاشیست هستن یا هر چیزی، اونها اجازه کار ندارن. درسته یه همچین حرفی؟ نه خیر آقای ناجی، شما دارین هم حرف من رو تعریف کردین هم حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تعریف کردین. مسئله خطیه مش و سیاست کلی این رسانه‌ها است. رسانه‌های مثل بی بی سی که همین الان دارین در جلوی من دارین حرف من رو تعریف می‌کنین. دیروز خبرنگار شما آقای کلباسی حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تحریف کرد در همین تلویزیون. پکیج خبری شما موجوده در شبکه‌های اجتماعی. گفت که شاهزاده رضا پهلوی با رسانه‌های مستقل مشکل داره. کجا کسی با رسانه‌های مستقل مشکل داره؟ مشکل با رسانه‌هایی است که خط مشیشون طرفداری از یک جناح جمهوری اسلامیه. خط مشیشون تمام تحلیلگراشون. من امروز بعد از مدت‌ها اومدم در این شبکه و این شبکه شما، شبکه‌های مشابه شما از هر 10 تا تحلیلگر اصلاح طلبی که دعوت می‌کنن یک یا دو تحلیلگر هم دعوت می‌کنن یا فعالی دعوت می‌کنن که مخالف و طرفدار براندازی جمهوری اسلامی باشه. این باید تغییر بکنه. این میزان در واقع تریبونی که شما به طرفداران حکومت جمهوری اسلامی میدین در مقابل تریبونی که به طرف مخالفان جمهوری اسلامی به براندازان میدین نه منصفانه است. خیلی خوب. آقای بذارید از مهمانمون بپرسم. نه آزادی بیان هستند. خیلی خوب. آقای مصطفی، شما فکر میکنید که اصلاح طلب ها نفوذی های جمهوری اسلامی هستند در این رسانه ها؟ اولا من همچین عقیده ای ندارم با قطعیت، با توجه به نظریات یه نفر آدم. من بی راحتی فکر نمی کنم میتونیم به یکی برچسب بزنیم که تو نفوذی هستی، تو مزدور هستی. حالا اختلاف سلیقه‌ای هم اگه میخواد باشه، این دست کم چیزی که ما این 40 سال یاد گرفتیم اینه که به کسی به این راحتی نوکر و مزدور و نفوذی نگیم. و کسایی بعد از 40 سال زندگی در غرب و به چیزی که به خیال خودشون تجربه زندگی در دنیای آزاد اسمشون میذارن اینو یاد نگرفتن، من بعید میدونم در آینده بتونم اینو یاد بگیرن. یه نکته دیگه این که بحث مالیات دهنده آمریکایی میگه حالا رضا پهلوی چرا انقدر نگران مالیات دهنده آمریکایی؟ اولا اینکه
شهروندان آمریکا که همشون مثل ترامپ فکر نمی‌کنن، که حالا درسته که ترامپ رئیس جمهوره، حتی اگه قرار بشه مثل حکومت آمریکا هم فکر کنن، الان حکومت آمریکا دو شق است، نصفش دست کنگره دست دموکرات‌ها افتاده، یه بخش دیگه‌اش دست جمهوری‌خواست و از نظر خدای رضا پهلوی و خیلی از اطرافیانشون به هر حال خیلی از این اشخاصی که توی حکومت آمریکا هستن هواداران اوباما هستن که ایشون بهش میگن حامی جمهوری اسلامی. یعنی به هر حال خیلی از شهروندان آمریکا هم موضعی دارن که آقای رضا پهلوی ممکنه خوشش نیاد. دلیل نمیشه که خود بنده هم اینجا مالیات دهنده آمریکایی که فقط آقای امیراعتمادی و همفکرای ایشون نیستن. من هیچ مخالفتی هم ندارم یه رسانه آزادی باشه که توش پول مالیات من خرج مخالفین من بشه، خرج موافقین من بشه، خرج طرفداران جمهوری اسلامی بشه، خرج مخالفین جمهوری اسلامی بشه، کسایی که بتونن بیان به هر حال توی یه پلتفرم آزادی حرفشون رو بزنن. همه شهروندان آمریکایی اینطور نیست که طرفدار این باشن که بخوان یه تفکر خاصی، و قانون اساسی آمریکا هم همچین چیزی نیست. حتی اساسنامه این رسانه‌هایی هم که این دوستان خیلی ازشون ناراحتن، از عملکردشون ناراحتن، همچین چیزی رو نمیخواد. این طرز گفتگو کردن خیلی شبیه همین تفکر به اصطلاح این افراطیونی که الان توی آمریکا سر کار هستن، حمله به رسانه ها رو فیک نیوز لقب دادن، ابزار پروپاگاندا لقب دادن. این از ضعف میاد. شما وقتی حرفی نداری دنبال متهم کردن این اون میگردی. چه میدونم تو گوادلوپ اومدن جلسه گذاشتن ما رو سرنگونمون کردن، یا رسانه ها به ما خیانت کردن. بذارید اینو بپرسم، شما فکر میکنید که اصلاح طلب ها در حکومتی که آقای رضا پهلوی مسئولش خواهد بود در آینده آیا جایی خواهند داشت؟ شما یعنی این احساس دارید که شما رو جزئی از مردم حساب میکنن؟ ولی من خودم جز اصلاح طلب حساب نمیکنم، ولی اینو اصلاح کنم فرمودی شما رو. ولی ما نمیدونم، من راجب موقعیت خیالی که نمیتونم صحبت کنم. اینو ایشون بعد با موازهشون و به اصطلاح جاهایی که انتخاب میکنن برای سخنرانی یا حرفایی که میزنن نشون میدن که متاسفانه تا حالا اینجوری نبوده. یعنی کسی که هنوز دستش به جای بند نیست باید قراره که جست رواداری بگیره، قراره که جست مدارا بگیره، میگه فلان خبرنگار بعد از فلان جا پاکسازی بشه، یا چه میدونم کسایی که هنرمندانی که هنربندن باید از فلان جا اخراج بشن و اینجور حرفا، یا اموال وابستگان باید مصادره بشه، و گفتن اینجور حرفای نوید آینده درخشان و روشنی رو نمیدونم. خب بذارید همین سوال از آقای اعتمادی بکنم. آقای اعتمادی، اصلاح طلب به معنای کلش کسانی که معتقد به تغییر تدریجی حکومت هستند، آیا در آینده‌ای که شما متصور هستید در ایران تحت حکومت انتقالی رضا پهلوی جایی دارند؟ ببینید، من اول بزن یک جمله بگم. این که آقای مصطفی میگه که نمیدونم مالیات دهنده‌های آمریکایی فقط نمیدونم مثل من نیستن، مثل ایشون هم هستن، دقیقاً برمیگره به تفاوت دو تا نگاه. یک نگاه مثل منه که جمهوری اسلامی رو مثل یک حکومت آپارتاید میدونه، مثل یک حکومت فاشیستی میدونه، مثل یک حکومت تمامیت‌خواه میدونه. در دنیای اصلاح طلب‌ها به عنوان کسانی که به تدریج خواهان تغییر تدریجی هستند، شما اینو جواب بدید. صحبت رو من نمی‌دین و انتظار من جواب طرف مقابل رو هم ندارم، جواب شما رو هم حتما خواهم داد. آقای ناجی اجازه بدین یک بفهمید، وقت زیادی نداره. یک لحظه اجازه بدین من از وقتم استفاده کنم. ببینین، این یک نکته. نکته دوم اینه که من نمی‌دونم واقعا این چه مشکلیه که از این در این دو روز اخیر اتفاق افتاد سر این مسئله ضبط اموال وابستگان به حکومت. چرا مشکل دارم با اینکه منشأ اموال پول‌هایی که از ایران خارج میشه بهش رسیدگی بشه؟ خود مقامات جمهوری اسلامی میگن که در همین نیم شش ماه نخست امسال از 23 میلیارد دلار در درآمد صادرات غیر نفتی ایران نزدیک 17 میلیارد دلارش وارد کشور نشده. این پول کجا رفت؟ جواب سوال منو ندادید. بذارید من ازتون پرسیدم که آیا معتقد هستید کسانی که معتقد به تغییر تدریجی حکومت هستند جایی در آینده در حکومتی که شما میخواهید دارن یا نه؟ بله یا خیر. شهروندان ایران تا زمانی که دستشون به خون مردم آغشته نباشه، جنایت نکرده باشن، بذارید همین صحبتی رو، حکومتی میتونن زندگی بکنن. اگر اصلاح طلب همین... هر کس جنایتی کرده باید پاسخگو باشه. این آخرین سوال از شما، این پولی که دارایی هایی رو که معتقدید آقای رضا پهلوی معتقده باید ضبط بشه و به اپوزیسیون دموکراتیک داده بشه، سازوکار چیه؟ آیا صحبت شما اینه که دارایی ها رو به شما بدن، و اگر این چنینه کی تعیین میکنه که شما مستحق این هستید؟ یک، دو، این که این پول رو میخواید چجوری خرج کنید اصلا؟
ببینید بحث این نیست که این پول به من یا شخص شاهزاده رضا پهلوی یا کسانی در بیرون از ایران داده بشه. شما تحریف نکنید سخنان رو. ویدئوی اون سخنان موجوده. وقتی شاهزاده میگن مخالفان، منظورش اون کارگری که امروز بنر میگیره در اهواز و میگه مرگ بر کسانی که پول ما رو بردن آمریکا. همون کارگریه که میگه آقازاده ها و وابستگان این حکومت در قمارخانه ها و کازینوهای کانادا و استرالیا قمار میکنن با پول ما و دشمن ما هستن. شاهزاده رضا پهلوی صدای اون کارگره. بسیار. اگر شما در لندن، اگر همکاران شما در لندن، اگر آقای مصطفی در امریکا از این موضوع ناراحت هستش، به خاطر اینکه شماها مشکل دارین با اون کارگری که در احواز. خیلی خوب. شما میخواید اون کارگر شنیده نشه. آقای مصطفی، آقای مصطفی، اجازه بدید آخرین سوال از شما بپرسم. منافع اون کارگر در خارج از ایران ضبط بشه و در زمان مناسبش بهش برگرده. متشکرم. آقای مصطفی، آخرین سوال از خدمت شما. همین بذارید بپرسم از شما. شما آیا فکر میکنید امثال کسانی که معتقد به تغییر تدریجی حکومت هستند جایی در آینده‌ای که رضا پهلوی داره ترسیم میکنه دارن یا نه؟ شما احساس اعتماد میکنید؟ ببینید، از صاحبان اون قمارخونه ها و کازینوهایی که به گفته آقای اعتمادی مسئول جمهوری اسلامی میرن توش قمار میکنن، آقای شلدون آدلسونه که متحد درجه یک که آقای رضا پهلوی هست. شما کسی که همین داریم برای که ایشون متحد درجه یک که آقای رضا پهلوی هست. کسی که توی هم کسی که مثل اون خونه ای که قبلا در توییترتون منتشر کردین و مدعی شدین کاخ آقای رضا پهلوی. خیلی متشکرم. نمیخوام به اونجا ها برسیم. شما ادب و رعایت کنید. متشکرم از هر دوی شما. آیا سندی دارین که آقای شهدون آلاس متحد آقای رضا پهلوی؟ اجازه بدید. شما لطفا توی حرف من وارد نشید. اینجا انسانی آزاده. لطفا بفرمایید سندی دارین یا ندارین. خیلی ساده است. شما توی حرف من وارد نشید. من میرسم به اون حرف. من فکر نمی کنم کسایی که میگم در این حد به اصطلاح ضعیف هستن، اینا 40 سال فرصت داشتن که برن یه گفتمانی بسازن که یه رادیو درست کنن. آقای مصطفی، خیلی ممنون از شما. من تشکر میکنم از هر دو مهمان من. آقای امیرحسین اعتمادی، عضو شبکه فرشگرد که از واشنگتن با ما بود، و نریمان مصطفی که از فیلادلفیا با ما بود. آقایان، از هر دوی شما متشکرم. پژوهشگران امنیت سایبری میگویند شواهدی به دست آوردند که عملیات جدید یک گروه هکر مظنون به ارتباط با سپاه پاسداران ایران را تایید میکنند. این گروه هکر که به چارمین کیتن یا بچه گربه دلربا معروف است، در چند ماه گذشته تلاش کرده به ایمیل شخصی دست کم 77 نفر نفوذ کند. از جمله مقام‌های وزارت دارایی آمریکا، پژوهشگران هسته‌ای در پاکستان، سوریه، اردن و روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی. بی بی سی فارسی قبلاً هم به شواهدی دسترسی پیدا کرده بود که نشان می‌داد گروه بچه گربه دلربا پارسال به دنبال هک کردن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم بود. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. این یک نمونه از ایمیل‌هایی است که قربانیان گرفتند. ایمیلی که ظاهراً از گوگل آمده تا هشدار بدهد کسی در روسیه تلاش کرده وارد حساب آنها بشود. ولی اگر روی آن کلیک می‌کردند، آنها را به صفحه شبیه به صفحه ورود به حساب ایمیلشان می‌برده تا ابتدا پسورد و سپس کد عبور دو مرحله‌ایشان را بدزدد. روشی که به آن فیشینگ می‌گویند. هکرای ایرانی میان میگن از روسیه هستش. هکرای روسی میگن از ایران هست. پژوهشگران امنیت سایبری میگویند دست کم 77 حساب ایمیل یاهو و جیمیل به این شیوه هدف قرار گرفته و این ایمیل ها بخشی از عملیات جدید یک گروه هکر شناخته شده است. حدود دو ماه پیش یک سری حملات فیشینگ انجام شده. خب ما یک سری از سمپل ها رو گرفتیم، از نمونه حملات رو به دست آوردیم. از طریق اون ایمیل ها تونستیم به یک سری سرورها دسترسی پیدا کنیم. یکی از این سرورها در حقیقت قابل دسترس برای همه، برای عموم، یعنی اگر شما خود شما پیدا می‌کردید میتونستید ببینید چه کسایی رو مورد هدف قرار دادن. در چند مورد سرورهای مشابهی بودش که گروه در حقیقت چارمین کیتن ازش قبلا استفاده کردن در حملات قبلیشون. چارمین کیتن یا بچه گربه دلربا یکی از گروه‌های هکر معروف مرتبط با حکومت ایران است. بی بی سی فارسی پارسال فهرستی از افراد هدف یکی از حمله‌های این گروه را دیده بود. فهرستی که مقام‌های رسمی ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در آن دیده می‌شدند.
سرپا میگوید در حمله تازه چند نفر از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا هدف هکرها بودند، از جمله جرت بلان مسئول پیشین اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، اندرو گروتو مدیر پیشین سیاست‌گذاری امنیت سایبری در شورای امنیت ملی آمریکا و گای رابرتس معاون وزیر دفاع آمریکا در امور هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک. میتونیم به صورت کلی به دو دسته تقسیمشون کنیم. دسته اول کسایی بودن که در حقیقت تمرکزشون حالا در گذشته یا الان بر روی تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه دولت ایران بودش، حالا علیه دولت نه علیه حکومت ایران بودش. دسته دوم در حقیقت خیلی بخوایم عمومی بگیم میشه افراد روزنامه‌نگاران و فعال‌های مدنی بودن، مثل فعال حقوق بشر، مثل افرادی که برای تینک تانک‌ها کار می‌کردن و یا افرادی که در زمینه محیط زیست فعالیت میکردن. گروه بچه گربه دلربا شبکه‌ای گسترده از سایت ها با سرورهایی در آمریکا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای حمله به کار گرفته بود، ولی استفاده از فیشینگ برای نفوذ به ایمیل افراد شیوه جدیدی نیست. این گروه قبلا هم با همین روش ها به آدم های دیگه حمله کرده بود و گزارش های در مورد حمله هاش منتشر شده بود. چه شکلیه که به همون روش ادامه میده و همون کار رو دوباره تکرار میکنه؟ اولین دلیلش این استش که همچنان این حملات موفق هستن از نظر اینکه بتونن به حسابا دسترسی پیدا کنن، هکشون کنن. دوم دلیل این استش که این حملات کم هزینه هستن، هزینه خاصی نداره براشون. و سوم دلیلش هم این استش که شاید دوست داشته باشن که یه ذره در موردشون صحبت شه، یه ذره تبلیغات بشه، شاید میگم براش اصلا مهم نباشه که کسی رد پای ازشون پیدا کنه یا نکنه. معلوم نیست که هکرها امیدوار بودند در ایمیل شخصی قربانیان نشان چه چیزی پیدا کنند و چقدر به اهدافشان رسیدند، ولی می شود مطمئن بود که چنین حمله هایی تنها بخشی کوچک و پیش پا افتاده از نبرد سایبری میان ایران و آمریکاست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بعد از دو هفته اختلاف و مذاکره بین 198 کشور، شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی بالاخره دیشب توافق کردند. هدف از این مذاکرات که در لهستان برگزار شد رسیدن به توافق برای کاهش گازهای خطرناک گلخانه‌ای و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم و گرم شدن زمین بود. توافق حاصل شد، اما خبرنگار ما سیاوش اردلان که در این مراسم بود در گزارشش گفته نتیجه توافق با انتظارات در کنفرانس فاصله زیادی داشت. این خطری است که متخصصان و اندیشمندان دنیا میگویند جهان و آینده تمدن را تهدید میکند. گازهای گلخانه‌ای. در کنفرانسی که هدفش کاهش گازهای گلخانه‌ای بود، هیئت‌های دیشب در لهستان از رسیدن به توافق خوشحالی کردند. این توافقی نبود که بتوان گفت دنیا را از خطر گازهای گلخانه‌ای نجات می‌دهد، اما از هیچی بهتر بود. With approximately 200 countries in the room, it is not. با حدود 200 کشور دنیا رسیدن به یک توافق فنی که همه را راضی کند آسان نیست، اما با توجه به شرایط فعلی هر قدم کوچک هم یک دستاورد بزرگ است. منظور مدیر کنفرانس از شرایط موجود اختلاف نظرهای شدیدی بود که اجازه نداد این کنفرانس به هدفهایی که می‌خواست برسد. کنفرانس دو هدف کلی داشت: کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک مالی به کشورهای بسیار محروم و فقیر که بتوانند در برابر تغییر اقلیم مقاومت کنند. گازهای گلخانه‌ای وقتی بیش از اندازه تولید می‌شود، تغییر اقلیم پیش می‌آید. یعنی خشم طبیعت چند برابر می‌شود. خشکسالی شدیدتر، طوفان مهیب‌تر، ریزگردهای بیشتر، سرما و گرمای بی‌موقع و خسارت‌های فراوان. صدها میلیارد دلار خرابی و صدها میلیون مردم آواره و آسیب دیده. دو هفته بود که کشورهای مختلف بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک به کشورهای محروم با هم چانه می‌زدند. چند کشور خاص به رهبری دولت آمریکا می‌گفتند ما در کم کردن گازهای گلخانه‌ای مقید نیستیم. این کشورها نیازمند مصرف سوخت فسیلی هستند. نفت و گاز و یا مثل کشور میزبان کنفرانس لهستان، زغال سنگ. در این توافق برنامه برای کاهش گاز گلخانه‌ای معین نشد، ولی راجع به نحوه محاسبه گازهای گلخانه‌ای در هر کشور توافق حاصل شد. در مورد کمک به کشورهای محروم هم پولهای زیادی جمع شد، حدود 100 میلیارد دلار. ولی قرار بود کشورهای ثروتمند بسیار پول بیشتر از این به کشورهای فقیر بدهند. خلاصه فعالان مقابله با تغییرات اقلیمی
از این توافق خوشنود نیستند. نتایجی که در این مذاکرات حاصل شد برای جلوگیری از گرمتر شدن زمین کافی نیست. فعالان اقلیمی وعده دادند در سراسر جهان موجی از اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی به راه بیاندازند تا به دولت‌هایشان فشار بیاورند. مصرف سوخت فسیلی 200 سال است که برای بشر عادت شده و راه پول درآوردن است. نشانه‌اش هم افزایش گازهای گلخانه‌ای نزدیک به سالی 40 میلیارد تن در جو زمین. اگر گازهای گلخانه‌ای را به سیگار تشبیه کنیم، در توافق دیشب بر سر محاسبه تعداد سیگارها توافق شد ولی نه کاهش آن، و بر سر کمک به آسیب دیدگان این ماده اعتیادآور نیز توافق شد ولی نه آنقدر که باید و شاید. سیاوش اردلان، بی بی سی. خود سیاوش که به لهستان رفته بود اینجا با ماست و همینطور علی هندسی پژوهشگر حوزه دگرگونی آب و هوا. خوش آمد میگم بهتون. سیاوش، یه مقدار راجع به حال هوای این کنفرانس با ما بگو. من میدونم خودتو خیلی علاقمند هستی به این بحث، ولی مثل اینکه راضی نبودی از کل اونچه که در نتیجه این کنفرانس به دست اومد. ای کاش فقط من راضی نبودم. تو 3 سال اخیر از زمانی که توافق پاریس امضا شد در خود پاریس رفتم به همین کنفرانس ها و هر سال این حالت رو دیدم. از اون 3 سال پیش که همه تو اوج سرخوشی بودن، بالاخره اگه می‌خواستیم خیلی حماسی قضیه رو نگاه بکنیم، بشریت دست در دست هم دادن تا بتونن مشترکاً یه کارزاری برای نجات کره زمین به راه بندازن. روایت این بود. اما حالا 3 سال بعد از اون ماجرا گذشته، امسال به زور توافق پاریس رو سرپا نگه داشتن و دلیل اصلی و نقطه عطفش هم انتخاب یک دولت جدید در آمریکا بود. دولتی که به شدت نزدیک است به صنایع سوخت فسیلی، مخصوصا نفت و زغال سنگ، و وجود دولت آمریکا باعث شد که کشورهای دیگه‌ای که وابسته به سوخت فسیلی هستن برای رشد اقتصادیشون، اینها قبلا فقط شعار کاهش گازهای گلخانه‌ای میدادن، ولی الان جسارت این رو پیدا کردن و همه اینها تبدیل به یک بلوک شدن. به یک بلوک که عملا ولی آمریکا امضا کرد در نهایت نتیجه این کنفرانس رو و در واقع اجرای توافق پاریس رو به نوعی تایید کرد. اما آمریکا به هر حال اونجور که طبق برنامهش 2020 از توافق خارج میشه. بنابراین اصلا مهم نیست چیزی که امضا کرد یا نکرد، و کار به جایی رسید که امسال بر سر سند توافق مبنا قرار بود گزارش 1-2 ماه پیش سازمان ملل باشه. بله. که ما باید گازهای گلخانه ای رو تا 12 سال دیگه 50% کم کنیم. حتی بر سر این 2 روز 2 شب اینها بحث کردن که آیا ما از این گزارش سازمان ملل استقبال کنیم یا صرفا بگیم که خیلی ممنون این گزارش رو تهیه کردی. و آخر هم به خاطر مخالفت آمریکا و کشورهای دیگه برخوردار از سوخت فسیلی به این قناعت کردن که بگن خیلی خوب، خیلی گزارش خوبی بود. آیا هندسی نظر شما چیه؟ سیاوش به نظر میاد که خیلی روی نقش دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا تاکید میکنه. آیا فکر میکنید مهم اونها هستن یا مردم عادی هم باید بپیوندن به این بحث و نپیوستن؟ من فکر میکنم که من با سیاوش موافقم و فکر میکنم که محور پلیدکار اینجا به وجود اومده. تشکیل دهنده از آمریکا، عربستان سعودی، کویت و یه سری کشورهای دیگه، و اینا سیاستشون اینه که تو این کنفرانس ها کارشکنی کنن و چوب لای چرخ بکنن. به خاطر اینکه اینها دارن دفاع میکنن از یک سری منافع پشت پرده ای که اینا منافع به ضرر بشریت و جهانه و فقط به نفع سرمایه‌داران و سهامداران یک سری کلان شرکت های انرژی نفتی زغال سنگی. متوجه چی میگید؟ ولی مثلا من بذار نمونه آخر رو براتون بگم. مثلا در فرانسه هنوز جلیق زرد ها در خیابان هستن. شروع بحث با یک در واقع نامه ای بود که یک دختر راننده جمع کرده بود در اعتراض به بالا رفتن قیمت سوخت، چیزی که آقای مکرون میگه لازمه که ما قیمت سوخت های فسیلی رو بالا ببریم برای اینکه میخوایم سرمایه گذاری بکنیم در انرژی های سالم. ولی مردم فرانسه ظاهرا اینو نمیپذیرن. اینها عضو یعنی جماعت پولدار طرف مثلا به خاطر منافع پشت پرده نیست، یه سری آدم عادی هن. آیا فکر نمیکنید که جهان هنوز آماده نیست برای چنین بحثایی؟ ببینید، آقای مکرون طرفدار مکتب اقتصادی نئولیبراله. ایشون سیاست‌های اقتصادی نئولیبراله و متاسفانه این
اقتصاد نیولیبرال 10 سال پیش در سال 2008 موجب بحران اقتصادی شدید شد، موجب به اصطلاح انبوه شدن ثروت در دست 1% و تنگ دستی و توهی دستی اکثریت شد. این کسانی که الان جلیق زرد پوشیدن تمام کسانی هستن که در اثر اون بحران اقتصادی صدمه دیدن. در نتیجه آقای مکرون این سیاستی که میذاره به فکر اون افراد نیست، به خاطر که اینها در 10 سال گذشته درآمدهاشون اصلا بالا نرفته. شما اگه به اصطلاح متوجهم، سوال من اینه که آیا، شاید سوالم درست مطرح نکردم، بحث اینه که آیا جامعه، مردم، حالا مثلا شما در فرانسه اینو میبینید، در آمریکا میبینید که خیلی از طرفداران آقای ترامپ در ایالت‌هایی که بهش رأی دادن کسانی هستن که در مثلا معادن زغال سنگ کار میکنن، کسایی هستن که با آینده و زندگیشون این بحث گره خورده. اگر آمریکا بره به سمت انرژی‌های سالم، اونها با مشکل روبرو میشن. این یکی از مشکلاتی که هست، یعنی یکی از گفتمانی که در رابطه با بحث تغییر اقلیم میشه و تو این کنفرانس هم خیلی روش گروه های کارشناسی تاکید میکنن، اینه که تغییر اقلیم با تغییر سیستم به دست میاد و بخشی از این سیستم هم نقایصی که داره فقط منافعی نیستن که آقای هندسی اشاره کردن، منافع صنایع سوخت فسیلی، عدالت اقلیمی، مبارزه با فقر، ایجاد شغل، نابرابری های جنسی، همه اینها راه حلش از طریق تغییر اقلیم، مقابله با تغییر اقلیم میگذره. شما وقتی صنایع پاک برامزه شغل بیشتر ایجاد میکنید، توجه میکنید به کشورهای محروم، به اقشار محروم، از اینها باید حمایت بشه. مثل هر کاری در ایران، شما الگوی کشاورزی رو بخواید عوض بکنید، باید از کشاورزی که بیکار خواهند شد حمایت بکنید. تا وقتی این زیرساخت‌ها آماده نشه، یعنی کنفرانس کلی بحث راجع به اینهاست، اون موقع تغییر اقلیم هم مؤثر نخواهد شد. بنابراین تمام این مباحث مربوط به اقتصاد و نابرابری گره میخوره با تغییر اقلیم و همیشه تاکیدم این بوده که برای حل تغییر اقلیم و مقابله با اون ما باید بتونیم نقایص دیگر هم همزمان باش حل بکنیم. در واقع باید کسانی که در این زمینه خیلی علاقمند هستن و فکر میکنن این موضوع بشریت هست، چیزی که خب خیلی ها بهش اعتقاد دارن، باید بتونن فردای جهان رو به امروزش در واقع بفروشن، در واقع فردای جهان رو باید به امروزیان بفروشن که آقا اگر امروز اینطوری ادامه بدید فردا اوضاعتون خرابتر خواهد. آیا واقعا دولت‌ها و شما در این جلسات خیلی شرکت می‌کنید، آیا واقعا اون علاقه رو می‌بینید در این کشورها؟ حال چند تا کشور رو مثال زدید که اینها علاقه دارن اصلا چوب لای چرخ اینها بزنن، بقیه چطور؟ متاسفانه تصمیم گیری در مورد این پدیده دگرگونی آب و هوا دست کسانیه که پنج سال فکر میکنن، سیاست مدار ها، و اینها هستن که توی این کنفرانس ها تصمیم میگیرن. گزارش هایی که اومده خیلی بد بوده و گفتن که حتی لابی این شرکت های اعظم استخراج سوخت های فسیلی در این کنفرانس شرکت داشتن و نفوذ داشتن دقیقاً در این گفتگوها و سعی می‌کردن که تأثیر بذارن در این به اصطلاح کنفرانس. این به نظر من روند خوشی نیست و به خاطر مسائل آینده دنیا، همونطور که شما فرمودین، باید ما فراتر از این پنج سال فکر بکنیم. درسته. از طرف دیگه بحث انرژی‌های تمیز هست. خب اینها هم خیلی جاها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشتن، ولی چرا هنوز اینها در مقابل انرژی‌های سنتی حرف ندارن برای گفتن؟ چه کار باید کرد که اونها رو بیان؟ ببینین، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول یا IMF، سوخت‌های فسیلی و شرکت‌های سوخت‌های فسیلی ثانیه‌ای 15 میلیون دلار سوبسید یا یارانه می‌گیرن از دولت‌های دنیا. چگونه می‌تونه سوخت پاک، شبکه‌های انرژی خورشیدی، بادی، اینا با یک همچین یارانه‌های به اصطلاح مقابله بکنه؟ شما اگه این سوبسیدا رو کم کنی، بعد می‌بینین که اون وقت چگونه اینها می‌تونن. در نظر باید داشته باشیم که هرچه بیشتر از این انرژی ها استفاده میشه و با تکنولوژی پیشرفته تر، هزینه این انرژی ها پایین‌تر و پایین‌تر داره میاد. الان مثلا در ایران پتانسیل خیلی زیادی هست که ایران بتونه
بخش عمده ای از کویرهای خودش رو بپوشونه با این نیروگاه های خورشیدی. درسته. دقیقا سوال بعدی من راجع به ایران بود. میدونیم که به هر حال ایران یکی از کشورهایی هست که حتی توافق پاریس هم براش مسئله بوده، رفتن اومدن، بسیاری از بحث ها شد. بالاخره به کجا رسید سیاوش؟ قضیه خیلی سیاسی شده تو ایران. تو هر کشوری بالاخره بسته به شرایط سیاسی اقتصادی کشور یک نوع نگاه خاصی به این داشته. در ایران بحث سیاسی شد. دولت 3 سال پیش رفت توافق پاریس رو با کمال میل امضا کرد. این بخشی از ورود ایران به جامعه جهانی بود، همه خیلی خوشحال بودن، مشکلی هم نبود. حتی مجلس هم تصویب کرد این رو به اتفاق آرا و اکثریت آرا. رفت شورای نگهبان و اونجا یک دفعه متوقف شد و بعد از اون بود که در ایران یه سری اتفاقای دیگه سر پیمان‌نامه های دیگه خارجی افتاد، سند بی سی و یونسکو و این حرفا. توافق پاریس هم تو همون جرگیره و یک جفسازی بسیار عظیمی از طرف مخالفان دولت شروع شد با همین استدلال هایی که میبینیم صنایع سوخت فسیلی الان نزدیک 50-60 ساله در آمریکا دارن میکنن که تغییر اقلیم به خاطر گازهای گلخانه اصلا نیست، تغییر اقلیمی وجود نداره، اگه هست به خاطر فعالیت بشر نیست. خیلی هم الان تبلیغ میشه در ایران. بله دیدم، برنامه های تلویزیونی زیادی هم دیدم در این زمینه. میفهمید آقای هندسی شما هم نظر؟ من میخواستم اضافه کنم به گفتار سیاوش. ببینید، به ایران الان تحت تحریم‌های خیلی شدیدیه. به ایران نمیشه زیاد خورده گرفت. این تحریم‌ها اثری خواهد داشت روی اقتصاد ایران و باعث کاهش اقتصادی میشه. کاهش اقتصادی ثابت شده که موجب کاهش گسترش گازهای گلخانه‌ای میشه. در نتیجه ایران در چند سال آینده اگه به همین روند موجود پیش بره، کاهش گسترش گازهای گلخانه‌ای خواهد داشت. ولی همونطور که قبلا گفتم، ببینید حتی رهبر ایران و رهبر مسیحیای کاتولیک جهان چند سال پیش من بیاد دارم که تذکر دادن که از طرف پروردگار بشریت وظیفه داره که از محیط زیست، از آب و هوا، از منابع طبیعی حفاظت بکنه. در نتیجه من فکر میکنم که اگر ایران خردمندانه کار بکنه و از این موقعیت استفاده بکنه برای گسترش نیروگاه‌های انرژی پاک، در آینده سود اینو حتما خواهد دید. یه نکته که خیلی لازم هست درباره ایران گفته بشه و اینو یک فکر کنم ابهامی است که خیلی تو ایرانی‌ها دارن به افکار عمومی، این هستش که رو آوردن به انرژی‌های پاک، کنار گذاشتن گازهای گلخانه‌ای، سوخت فسیلی، این رشد اقتصادی ایران رو کاهش میده، باعث میشه ایران نتونه از منابع خودش استفاده بکنه. واقعیت آمار و ارقام رو نگاه بکنید، دولت ایران این رو لحاظ کرده بود. وقتی توافق پاریس رو امضا کرد گفت اگه تحریم ها نباشن ما تا سال 2030، یعنی 12 سال دیگه، 12% گازهای گلخانه‌ای رو کم میکنیم و اگر تحریم ها باشن 4%. الان تحریم ها هستن، یعنی ایران فقط 4% تا سال 2030 کم بکنه از گازهای گلخانه‌اش، به توافق عمل کرده و این هم مستلزم کوچک شدن اقتصاد ایران نیست. چون طبق مصوبه دولت اگر صرفه‌جویی‌های لازم و الگوهای مصرف سوختی تغییر بکنن، با اندکی صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر از منابع نفتی ایران 4% رو به راحتی به دست میاره. بنابراین خیلی کار شاقی نیست که 4% شما بخواید از گازهای گلخانه ایران هم بکنید. متشکرم از هر دوی شما، سیاوش اردلان و آقای هندسی. ممنونم که در این برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما که با این 60 دقیقه همراه بودید. از طرف خودم و کسرا ناجی شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.